با درود خدمت علاقمندان ورزش، دوستداران برنامه سود پلاس و مردم شریف و درجه یک ایران، امیدوارم که در هر کجای دنیا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. خدمتتون عرض بکنم رقابت‌های چهار جانبه فوتبال اردن شروع شد، جمعه شب برگزار شد، تیم‌های ایران و قطر به فینال صعود کردند. قطر در ضیافت پنالتی ها عراق رو شکست داد و شاگردان آقای کارلوس کیروش فینالیست اول شدن. بعد از اون ایران به مساف اردن میزبان مسابقات رفت و با نتیجه 3-1 پیروز شد و به فینال صعود کرد. جدال دیدنی امیر قلعه‌نویی و کارلوس کیروش حتما صحنه های جالبی خواهد داشت، حواشی بسیاری خواهد داشت. از یه طرف کارلوس کیروشی که سالیان سال سرمربی ایران بوده، ریز و بم این تیم رو میشناسه، این تیمی که الان درش هست، بازیکنانی که در این تیم هستن شاگردان خود آقای کیروش بودن، کاملا میدونه که نقاط ضعف و قوت ایران کجاست. یه طرفش هم امیر قلعه‌نویی که بعد از غیبتی چندین ساله دوباره به تیم ملی برگشته و میخواد ثابت بکنه که دفعه اول نامهربانی دیده و اومده که این بار حالا با حضور موفق ایران در جام ملت‌ها بتونه برای خودش یه افتخار بزرگی کسب کنه. کار بسیار سختی داره با نتایج و آمادگی که تیم‌های ژاپن، کره دارن، به خصوص ژاپنیا. واقعا کار بسیار سخته، کار واقعا سخته و نمیدونم، امیدوارم یه معجزه اتفاق بیفته و ایران بتونه تو این دوره کار بکنه. اما شما برید بازی ایران و اردن رو نگاه بکنید، حتما مشاهده فرمودید دیگه، یه جاهایی واقعا تیم ایران شانس بود. تو لحظات پایانی قبلی که از ایران گل دوم سوم بزنه داشت گل رو میخورد و حتی بازی داشت تساوی میرسید، شانس آوردن که گل نخوردن و تو همون دقایقی که اردنیا مثل آب خوردن فرصت‌های گلزنی رو دست می‌دادن، ایران موفق شد روی تجربه و حرفه‌گری بازیکناش به گل برسه و 3-1 بازی رو ببره. من نگاه میکنم به ژاپن و کره، به خصوص این دوتا میگه دارم میگم چون نتایج بسیار درجیه که دو بازی دوستانه گرفتن. ژاپن، آلمان و ترکیه رو هر کدومش رو 4-تایی کرد. تو همین بازی فیفا دی همین هفته به حریف 4 تا زد، کره هم 4 تا به تونس زد، ژاپن 4 تا به کانادا زد. من نگاه میکنم مگه معجزه؟ تو فوتبال هیچ چیزی قطعی و 100% نیست، اما واقعا اگه عدالت بخواد رعایت بشه و انصاف باشه، ژاپن و کره به نظر من مدعی اصلی قهرمانی هن. عربستان هم هست اما توی بازی دوستان خیلی نتیجه خوبی نگرفته. من امیدوارم یه معجزه رخ بده، یه چیزی اتفاق بیفته که ایران بتونه تو جام ملت‌ها نتیجه خوب بگیره، حالا بره به فینال و قهرمان بشه. اما چیزی که در همین بازی اردن دیدیم، حالا اردنیات نتونستن، حرفه‌گری بلد نبودن یا فرصت‌های گلزنی رو راحت از دست دادن، اما مطمئناً مهاجمان کارکشته و گلزن کره و ژاپن امکان نداره یه همچین فرصت هایی به راحتی از دست بدن. نکته ای که تو این مسابقات هست این رفتن آقای کیروش به رختکن ایران و صحبت با امیر قلعه‌نویی و شاگردان سابقش بود. خود آقای کیروش حاشیه، مرد پرحاشیه، تو هر کجا رفته حاشیه داشته و توی ایران که اصلا دیگه سرآمد حاشیه بود دیگه، میشه بگه خودش رئیس فدراسیون فوتبال بود، همه رو بازخواست میکرد، هر زمانی میخواست تیم رو میچین، هر زمان میخواست تیم رو جمع میکرد، میخوابون زمین، تمرین تعطیل میکرد یا هزار داستان دیگه. تو همین قطر هم کار بسیار سختی داره و صحبتهایی که با امیر قلعه‌نویی میکرد میخواست یه جوری زیرکی های فوتبال یا اون کلک ها و اون شامورتی بازی ها تو فوتبال یاد بده. من یادم افتادم که آقای کارلوس کیروش خیلی زحمت نکش، خود آقای قلعه‌نویی خودش ختم این کاراست و توی فوتبال ایران با همین داستان ها و با همین کارا و با همین شامورتی بازی ها تونسته تو همین جا بیاد و یه آدم عجیب و غریبیه تو فوتبال. امیدوارم که
تیم ملی ایران در جام ملت‌ها بتونه از حقانیت فوتبال ایران دفاع بکنه، اما چیزی که رو کاغذ رو زمین دیده میشه، مگه ما شانس بیاریم یا معجزه بشه؟ و الا کره و ژاپن اصلا اجازه نمیدن که ایران نفس بکشه. امیدوارم که حرف من و بسیار از کارشناسان غلط از کار در بیاد و ایران بتونه موفق باشه. مردم ایران، شب و روزتون خوش، خدا یار و نگهدارتون.